قوانینمو دارم بهتون میگم و اسرارمو دارم بهتون میگم. بلاگر چیه؟ چه امکاناتی برای بلاگر شدن نیاز داریم؟ بلاگرها واقعا خرپولن؟ سلام بچه‌ها، خوش اومدین. امروز میخوایم بشینیم و سوالایی که شما راجع به بلاگر بودن و پرسیدین جواب بدیم. و همونجوری هم که میبینین الان من بک‌گراندمو عوض کردم، یعنی یه جای دیگه اتاق نشستم، بک‌گراندمو عوض کردم یه جای دیگه اتاق نشستم. بگید ببینم اینجا رو دوست دارید یا ندارید. قبل از اینکه بپریم بریم داخل ویدیو، لطفاً اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایکش کنین. تا همینجا که لایکش کنین دیگه، خیلی ممنون. و کانالمو سابسکرایب کنین چون که این خیلی به من کمک میکنه. همین، بریم. برای کسایی که نمیدونن توضیح میدم، چون خیلی ها حالا از اینستا اومدن، خیلی هم از همین یوتیوب رو پیدا کردن، ولی من داخل اینستا بیوتی بلاگر هستم و اونجا ازتون خواستم که اگه سوالی راجع به بلاگر بودن و اینا دارین بپرسین، بخاطر اینکه همیشه ازم سوال میپرسین. من گفتم که بیام این ویدیو درست کنم. یه چیزی که مهمه بهتون بگم چون بعضی واقعا نمیدونن اینه که بلاگر چیه. نگاه کنین به هر شخصی که راجع به یه چیزایی که توش خوبه، مثلا میتونه آرایش باشه، نمیدونم چیزای پزشکی باشه، اصلا مهم نیست چی باشه، یعنی واقعا مهم نیست، هر چیزی که شما درش دانایی دارین، اگه بریم تو یکی از صفحات مجازی که بازم موتور که بازم دارم ویدیو میگیرم که بازم میتونه هر مثلا فضای مجازی باشه، یعنی هر پلتفرمی میتونه باشه، میتونه فیسبوک باشه، نمیدونم وبسایت باشه، اینستاگرام باشه، هر جایی که میخواد، خب فرق نداره جاش. اگه شما اونجا یه صفحه داشته باشین که توش راجع به اون چیزایی که بلدین توضیح بدین، حالا بلاگ، چون از بلاگ نوشتن میاد دیگه، قدیما مثلا مردم بلاگ می نوشتن واقعا، ولی الان دیگه چون جدیدا حالا اینستا اومده، یوتیوب اومده، حالا مردم بیشتر ویدیو میسازن، به خاطر همین دیگه میش میگم خیلی یه به نوشتن حالا مثلا ما بسنده نمیکنیم. من لپتاپم هم اینجا دارم، اگه دیدین که من دارم به پایین نگاه میکنم برای خوندن سوالا، بدونید که دارم به لپتاپم نگاه میکنم. عطیه گفته که با سرعت نت ایران میشه بلاگر شد. واقعا میشه، من خودم تو ایرانم دیگه، این همه بلاگر ایرانی داریم، ولی کلا اگه اینجوری که حالا سرعت اینترنتتون خوب نیست، بعد خودتون رو بدونین، خب اینو مثلا فهمیده باشین و حالا از خیلی قبل‌تر اون ساعتی که پستتون بعد آپلود شده باشه شروع کنین به آپلود کردن. کلا شما داخل هر پلتفرمی که بخواین فعالیت کنین، مثل یوتیوب یا اینستاگرام، یه قسمتی داره که به شما نشون میده که فالوورای شما توی چه ساعتی از شبانه روز بیشتر فعالن. خب به طور مثال فالوورای من ساعت 6 مثلا خیلی فعالن، خب به خاطر همین من باید کار کنم که پستی که میخوام بذارم اون روز ساعت 5 و نیم دیگه آپلود شده باشه. خب من چون سرعت اینترنتم خوبه، مثلا ساعت نمیدونم 5 و 10 دقیقه هم شروع کنم به آپلود کردن، 5 مثلا چه میدونم 20 دقیقه، 5 و 25 دقیقه اینا آپلود شده. خب شما اگه میبینید سرعت اینترنتتون خوب نیست، مثلا 4 و نیم شروع کنید به آپلود کردن. این چی میگم؟ اگه خلاق نیستیم و خیلی نمیتونیم تولید محتوا کنیم، به نظر بهتره وارد کار بلاگری نشیم. آره، به خاطر اینکه واقعا بلاگر یعنی تولید محتوا، باید بتونین کانتنت درست کنین. منظورم از کانتنت مثلا این نیست که شما حالا حتما ویدیو درست کنین و اینا. کانتنت میتونه یه کپشن باشه، یه کپشن خیلی خوب باشه، میتونه یه مثلا ویدیوی 15 ثانیه‌ای باشه، میتونه یه ویدیوی 5 دقیقه‌ای باشه، میتونه مثلا یوتیوب ویدیوهای مثلا 20 دقیقه‌ای باشه، اون دیگه بستگی به شما داره. میتونه مثلا حتی واقعا بلاگ بنویسین، یعنی این تولید محتوا کردن چی میگن لازمه اصلی واقعا بلاگر بودن. اگه نمیتونید تولید محتوا کنید نمیتونید بلاگر بشید. این چی میگن؟ مثلا اینکه مثلا بگی که آشپز مثلا بلد نباشه آشپزی کنه. و خلاق بودن هم خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما اگه بخواید جدیدن، حالا یه زمانی بود که یک آدمایی هم وارد کار بلاگری شدن، دید بود و مثلا هیچ کس ایرانی مثلا فارسی زبان ما نداشتیم توی این کار، خیلی موفق شدن، خیلی مثلا فالوور گرفتن و اینا، و حالا خیلی هم نیاز به خلاقیت اینجوری مثلا خاصی نداشتن. خب ولی به خاطر اینکه جدیدن خیلی داره اشباه میشه و خیلی حالا آدمای جدید دارن میان، و بعد واقعا باید یه چیز جدید برای ارائه کردن داشته باشه. اگه بعد از اینکه پست بذاریم کپشن رو ادیت کنیم، بازخورد پست کم میشه. نگاه کن بستگی داره که منظورت از ادیت کردن کپشن چی باشه. خب یه زمانی هست که تو نه مثلا میای خود کپشن، یعنی نوشته‌ای که اونجا نوشتی رو عوض می‌کنی، اون به نظر من مشکلی نداره. خب ولی وقتی که تو مثلا هشتگا رو عوض می‌کنی، نمیدونم حالا تگا رو عوض می‌کنی و اینا، اون خیلی میتونه تاثیر بذاره، به خاطر اینکه اینستاگرام داشته تمرکز می‌کرده که حالا این حالا داره فکر کنم راجع به اینستا صحبت می‌کنه دیگه، اینستاگرام داشته تمرکز می‌کرده که پست تو رو به اون کپشنایی که تو حالا زدی ببره و اونا رو مثلا کسایی که مثلا اون کپشن ها رو دوست دارن پوش بده، اینا رو بهش نشون بده، و تو یه همیه کپشن ها رو عوض میکنی و مخاطبا عوض میشن. و یکی از اشتباه های منم دقیقا همین بود که هی مخاطبا ما عوض کردم. پس نه، تا اونجایی که میتونیم سعی کنیم که تگ ها و هشتگ ها رو بعد از پست کردن عوض نکنیم. پریسا نیاشه، به نظر چطور میشه سطح فکر خانواده راجع به این موضوع تغییر داد؟ خیلی خیلی پرسیده بودین. نگاه کن اگه راستشو بخوای واقعا
فکر نمی‌کنم شما بلاگری رو پیدا کنین و ازش بپرسین و اون بهتون بگه که نه من از روز اولی که شروع کردم خانواده‌ام باهام اوکی بودن، خانواده‌ام هیچی بهم نگفتن، خانواده‌ام اصلا نپرسیدن تو داری چی کار می‌کنی. نگاه، چون دو تا از این دو حالته که بهتون میگم خارج نیست. خب یا خانواده تو واقعا نمی‌فهمن، یعنی چون این هنوز جا نیفتاده، یعنی اونقدری که ما فکر میکنه واقعا خدا رو شکر شروع کرده یکم به جا افتادن، ولی هنوز هم اونقدر جا نیفتاده که تو اگه روز اول شروع کنی و بری بگی آقا من بلاگر شدم، خانواده از تو نپرسن مثلا خب حالا این یعنی چی، حالا مثلا چرا ویدیو میگیری، تو که فعلا پول در نمیاری، مثلا لوازم آرایشی تو داری حرام میکنی، چه میدونم لباساتو هی داری خراب میکنی، فلان میکنی، بیسار میکنی. یعنی واقعا خانواده ها اصلا خیلی از مردم هنوز این براشون جای نیفتاده، خب به خاطر همین اینو متوجه نمیشن. خب حالت دومم اینه که واقعا مخالف باشن با این کار و حالا بگن که نه تو مثلا حق نداری این کارو انجام بدی و اینا. خب از این دو حالت خارج نیست و دو تاش هم سختی خودشو داره. خب به خاطر اینکه تو وقتی که خانواده‌ت متوجه نیستن که تو چرا داری این کارو انجام میدی یا چرا بدون اینکه مثلا پول در بیاری داری ویدیو درست میکنی، نمیدونم لوازم آرایش تو حروم میکنی، لباساتو خراب میکنی، چه میدونم 20 بار نگفتم، ولی کلا مثلا هی این کارو انجام میدی بدون اینکه حالا پولی در بیاری، چون اولش واقعا آدم پولی در نمیاره تو این کار. خب چرا داری این کارو انجام میدی؟ کلی هیتی که میندازن، این فلان میکنه، این بیزار میکنه، کلی آدمو اذیت میکنه. یعنی بالاخره این هست. خب اینو فقط دارم میگم به خاطر اینکه کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن فکر نکنن که مثلا فقط خانواده خودشونه که مثلا میگه نه مثلا مخالفت میکنن و خلاص اعصابشو خورد میکنن. این تو همه خانواده هایی که بلاگر هستن و بلاگر شدن این موجوده، یعنی از صدف بیوتی گندش گرفته تا منی که 20000 نفر بیشتر فالوور ندارم. خب کاری که من بهتون پیشنهاد میکنم انجام بدین اینه که بشینید خب باهاشون صحبت کنید. یعنی یه چیزایی که من همیشه مثلا میگم اینه که آدم بالاخره توی زندگیش به خاطر اون هدفی که انتخاب میکنه خب باید سختی بکشه. یعنی اصلا مهم نیست که حالا اون هدف چی باشه یا مثلا چه جوری باشه، هر هدفی که تو انتخاب کنی باید به خاطرش سختی بکشی. خب پس چه بهتر که اون هدفی که انتخاب میکنی مثلا عشق و علاقه خودت باشه. اگه تو واقعا به این کار علاقه داری و این کار رو دوست داری، آقا بشین باشون صحبت کن، بگو من این کار رو علاقه دارم، بهش دوست دارم، حالا مثلا یه مدت که تولید محتوا کردم و مثلا فلان کردم و فالوورم زیاد شد، کسب درآمد میتونم بکنم، و اینا رو براشون با منطق توضیح بدین. بدون مثلا نکن، چون میگم چون نمیدونن که حالا این به چه درد میخوره، مثلا تو اصلا کجا پول در میاری و اینا. خب این خب خیلی مهمه که براشون توضیح بدین که بابا مثلا برندا برای اینکه کارهای خودشون رو معرفی کنن به ما احتیاج دارن. خب یعنی اینو براشون توضیح بدین که شما برای کسی کار نمیکنین، اتفاقا اونا بقیه مثلا بقیه افراد، بقیه برندهای بزرگ هستن که به شما مثلا احتیاج دارن. این چی میگم، بشینید باید باهاشون راحت صحبت کنین. و یه چیز دیگه هم که هست که ما همیشه فراموش میکنیم اینه که خانواده ها واقعا وقتی که ببینن تو داری پیشرفت میکنی و کارت داره دیده میشه، اصلا مهم نیست که اون چه کاریه، خب یعنی حالا چه بلاگری باشه چه دکتر شدن باشه، خب ببینن که تو داری پیشرفت میکنی، داری مثلا فلان میکنی، دیگه فکر نمیکنم واقعا مخالف مثلا مخالفتی وجود داشته باشه. شاید هنوز براشون تعریف شده نباشه، ولی دیگه مخالفت این که مثلا حالا اعصابتو خورد کنن و اینا نیست. یعنی اینو یه جورای جا بندازیم دیگه، بشینین صحبت کنین، بشینین چیز کنین و اینا دیگه اوکی میشه. یکی نوشته چجوری فالوورامون رو ببریم بالا و چطور تو اکسپلور بره کلیپ هامون. نه کن اکسپلور رفتن، اوه دریچه ای رو باز کردی ها. ببین اکسپلور رفتن یه مثلا قوانین خاصی داره. خب که تو وقتی که حالا شروع کنی به تولید محتوا و مثلا حالا یه مدتی این کار رو انجام بدی، این قوانین دست تو میاد. خب اولین و مهمترین چیز، یعنی در کل طول این ویدیو، یعنی به جواب خیلی از سوالایی که پرسیدین فقط همین میشه، و اونم محتوای خوبه. یعنی باید تو یه ویدیوی خوب درست کنی، چه از لحاظ ایده قبلی، چه از لحاظ ادیت کردن، چه از لحاظ صحبت کردن، چه از لحاظ نور، کیفیت، کپشن چی باشه، تگا چی باشه، یعنی اینا همش و همش موثره. این میشه محتوای خوب. محتوای خوب فقط این نیست که تو مثلا دوربینو بذاری و حالا یه ایده خوبی داشته باشی، نه این محتوای خوب نیست. محتوای خوب همه اینا رو شامل میشه. خب پس اولین قانون اکسپلور رفتن اینه که تو یه محتوای خوب داشته باشی. هیچ وقت ما یه ویدیوی الکی رو داخل اکسپلور نمیبینیم. اگه هم میبینیم محتوای زرده که خواهش کنم محتوای زرد دنبال نکنید و نبینید، به خاطر اینکه حالا کسایی که واقعا دارن تولید محتوای خوب انجام میدن کارشون عقب میمونه. خب اگه هم که اینو میخواستم که اگه هم که محتوای زرد میبینیم فوش میدیم معمولا، امیدوارم که دارید فوش میدید بهش. قانون دوم اینه که شما به خاطر اینکه اگه دقت کرده باشین اینستاگرام حالا نزدیک 1-2 ساله که اومده یه استراکچر درست کرده برای اکسپلورش، و اونم اینه که یه مربع بزرگ داره که توش IGTV ها و ویدیوهای 1 دقیقه پلی میشن
و حالا مثلا بدون صدا شما میتونید ببینینشون و یه قسمت هم مال حالا عکس و نمیدونم هم مثلا پستای یه دقیقه‌ای و پستای کشویی. خب برای موقعی که میخواید ناگهان اینا قوانینمو دارم بهتون میگم و اسرارمو دارم شما وقتی که میخواید آی جی تی وی یا ویدیوهای یه دقیقه‌ای بذارین باید اون یه مثلا چند ثانیه اولش مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه اولش یه جوری باشه که بدون صدا یعنی فقط اون تصویر جذاب باشه. خب یعنی یه چیزی باشه که آدم مثلا بکشونه تو بگه وای مثلا من میخوام اینو ببینم، من نمیشتم چی میگه، نمیفهمم مثلا طرف داره چه حرفی میزنه، نمیفهمم مثلا داره میگه که این ویدیو راجع به چیه. خب تیکه از کلیپتون باشه که بی صدا هم طرف بتونه متوجه بشه که آقا این ویدیو ویدیو خوبه یا این ویدیو مثلا راجع به اینه یا این ویدیو مثلا جالبه من بپرم توش. خب و برای زمانهایی هم که میخواید پستای یه دقیقه‌ای و مثلا حالا عکس رو مثلا اینا بذارین، عکس روی ویدیوتون، حالا اگه بخواید عکس بذارین که هیچی، خب اگه بخواید مثلا ویدیو بذارین چه مثلا پستای کشویی چه پستایی که مثلا یه دقیقه هستن، باید عکس روی ویدیو خوب باشه. بازم میگم حالا عکس خوب میتونه مثلا چند دسته مثلا داشته باشه. خب یا شما میتونید توی عکس خیلی خوشگل باشین که خب خیلی خوبه، مثلا خیلی واقعا خوشگل آدم میره نگاه میکنه مثلا اینا حالا این چی میگم خوشگلن دیگه، آدم دوست داره مثلا بزنه روش. خب یا همین که مثلا یه عکس جالبی باشه دیگه، بالاخره مثلا جدا حالا این ترفنده تیک تاک و اینا خیلی معروف شده، خیلی اینستا خیلی داره ویو میگیره مثلا ویدیوهایی که اینجوری درست میکنن و شما برین عکس روی ویدیوها رو که نگاه کنین همشون اینجوری که مثلا طرف داره خرابکاری میکنه یا مثلا اون 15 ثانیه اول همین مثلا طرف داره خرابکاری میکنه. خب قانون سوم اینه که کلا پلتفرمای مثل یوتیوب و اینستاگرام مثلا همه پلتفرما اینجوریه که مثلا اون حالا چیزی که شما داری اینجوریه که هر چقدر که شما تعداد اکشن های بیشتری روی پستتون انجام بشه یا حالا روی ویدیوتون انجام بشه اینستاگرام اینو بیشتر پوش میده و شما رو بیشتر پیشرفت میده. خب حالا منظورم از اکشن چیه؟ اکشن میشه جمع لایک و کامنت و سیو و نمیدونم همه اینا. خب همه اینا میشه اکشن. خب یعنی به خاطر همین شما نباید توقع داشته باشین که مثلا وقتی 2000 نفر فالوور دارین پستتون مثلا 5000 بار بره اکسپلور. خب شما وقتی که مثلا 2000 نفر فالوور دارین به خدا اگه مثلا حتی 500-600 بار مثلا پستتون بره داخل اکسپلور فوق العاده است. خب عالیه. من خودم مثلا از زمانی که مثلا 5-6000 تایی شدن پستام مثلا شروع کرد رفت اکسپلور. این چی میگم؟ یعنی اصلا اینجوری نیست که مثلا به اینکه خب نه حالا من چون حالا مثلا به طور مثال 10K پستم مثلا با 100000 بار بره اکسپلور. نه اینجوری اصلا به خودتون سخت نگیرید. این تعداد اکشن هایی هم که شما حالا روی این ویدیو انجام میشه بسته به فالووراست دیگه. شما هرچقدر فالوورتون بره بالاتر این تعداد اکشن هم زیاد میشه. به خاطر همین خیلی خودتون ناراحت نکنید. این قوانینی هم که گفتم رعایت کنید و به حال کنید. این گفته که مشکل من اینه که خیلی بیرو هم تو حرف زدن و اینا تاثیر داره تو بلاگر شدن، میشه آدم مثلا درستش کرد. خب من میشم شما که از حالا بچه‌ها صحبت می‌کردم که داشتن مثلا ازم سوال می‌کرد و اینا. ببینید اصلا مهم نیست که شما بیرو حرف می‌زنید. پرخاشگر اصلا پرخاشگر از اطراف صحبت نکنید. خب I'm your substitute teacher Mr. Garvey. I taught school for 20 years in the inner city, so don't even think about messing with me. Y'all feel me? ولی مهم نیست که شما مثلا بیرو حرف میزنید، نمیدونم آروم حرف میزنید، معصوم حرف میزنید، مثلا من پرشور حرف میزنید، عادی حرف میزنید، اصلا نوع حرف زدن خاصی ندارین. اینا اصلا مهم نیست. خب تنها چیزی که مخاطب واین من اینو فهمیدم که مخاطب قشنگ میتونه متوجه بشه که شما دارید ادا در میارید یا دارید مثلا خودتون هستین. خب یعنی برای مخاطب مهم نیست که تو داری مثلا حالا بیرو حرف میزنی یا داری مثلا بارو حرف میزنی. خب برای اون فقط مهمه که ببینه تو خودتی. خب و واقعا هم یه چیزی که من واقعا به این حالا باور رسیدم، فکر نمی‌کردم اینجوری باشه انقدر زیاد. خب ولی چیزی که وجود مثلا وجود داره اینه که برای هر شخصی خب یعنی با هر نوع شخصیتی با هر نوع مثلا محتوا، نه محتوا باید خوب باشه، من نوع شخصیتو دارم میگم، من نوع حرف زدن و مثلا چیزای اینجوری دارم میگم، محتوا باید خوب باشه اونو بذار کنار. خب ولی شما هر نوع آدمی که باشید مخاطب براتون پیدا میشه. اینجوری نیست که مثلا تو بگی نه چون من بیرو حرف میزنم، به طور مثال مثل صدف بیوتی حرف نمیزنم پس من مثلا اینجوری ام. مثلا به طور مثال شما محشید بیوتی بلاگو دیدین، اون اصلا اینجوری نیست که بیاد بشینه مثلا جلو دوربین هی اینجوری کنه، هی دستاشو تکون بده، مثلا صدف شکلک و اینا در بیاره، اینجوری نیست. ولی خب خدا رو شکر خیلی هم مثلا فالوور داره، خیلی هم مثلا طرفدار داره و همه اینا. به خاطر این چیزا اصلا تو فکر خودتون نیارین، اصلا و اصلا این چیزی نیست که مثلا نیاز باشه درستش کنین. اصلا اتفاقا
میگم همونجور که مثلا دوست دارین باشین. تا حالا شده کلا پشیمون شی چرا اومدی نشستی جلو دوربین و شناخته شدی؟ اول اینکه من هنوز خیلی شناخته نشدم، یعنی من فکر کنم تا حالا بیرون فقط یه دونه از فالوورامو دیدم. اگه بیرون منو میبینین خواهشام میاد سلام کن، چون من دوست دارم ببینمتون باهاتون آشنا بشم. خیلی حالا اونو بعدا راجع بهش صحبت میکنیم، ولی کلا میگم من خیلی هم شناخته نشدم و نه هنوز اینجوری نشده که بگم نه نشده. دیگه نمیشه پول میگیری؟ بله دیگه دارم آره دیگه دارم کار میکنم پول نگیرم مگه میشه همین چیزی؟ یکی نوشته آیا میشه بدون اینکه خودتو به نمایش بذاری بلاگرشی؟ خیلی سواله واسم. بله میشه، خیلی از پیجای ما داریم که میان فقط نقد میذارن، اصلا صورت خودشون رو نشون نمیدن. مثل فکر کنم پیج آرایشی های من که البته الان سبا مثلا داره ویدیو میذاره یه مدتیه، داره مثلا حالا خودش رو نشون میده اینا، ولی یه زمانی که اتفاقا هم اون موقع خیلی هم مثلا فالوور زیاد پیدا کرد. مثلا اینجوری نیست که بگم حالا به خاطر اینکه داره ویدیو میذاره خیلی معروف شده، نه، همون موقع هم که مثلا فقط عکس میذاره حالا چی میگن نقد و اینا میکرد خیلی فالوور داشت. اصلا اینجوری نیست که بگی مثلا چیزا خودتون هم نمیخواید نشون بدین، اینجوری شخصیت خودتون حالا به فالوورها مثلا نشون بدین. چرا؟ به خاطر اینکه شما بعداً حالا خدایشو مثلا چی میگن ایشالله خواستین حالا مثلا پیجتون رفت بالا و خواستین تبلیغ بگیرین و اینا، تبلیغ گرفتن و حالا مقدار پولی که به خاطر تبلیغ میگیرین خیلی بستگی به بازدهتون داره و خیلی بستگی به این داره که شما وقتی تبلیغ رو میذارین چند نفر اون طرف رو فالو میکنن. خب و اینکه تعداد افراد بیشتری اون طرف رو فالو کنن لازمش اینه که شما یه اعتمادی بین خودتون و فالووراتون ایجاد کنید دیگه. خب یعنی مثلا حالا چی میگن اونا شما رو بشناسن، شما اونا رو بشناسین، باهاشون حرف بزنین، انگیجمنت داشته باشین باهاشون و بشناسین که اونا مثلا چه چیزایی رو بیشتر دوست دارن، چه مثلا ویدیوهای حالا ویدیو نه چه مثلا محصولات رو بیشتر دوست دارن که اونا رو تبلیغ کنین. این چی میگن؟ به خاطر همین حالا میگم نیازت خودتون رو به نمایش بذارین حتما، ولی میگم باید اون اعتماد و حالا این شکل بگیره و حالا یه شخصیتی از خودتون مثلا نشون بدید. این نوشته چطور با ترس از اینکه قبول نشی از مردم کنار اومدی و اومدی وسط؟ من واقعا چون این ترس رو نداشتم و شما مگه این ترس رو دارین؟ واقعا طبق همون صحبتی که میگم که واقعا برای هر نوع آدمی اینجا مخاطب پیدا میشه، نگاه یه چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که بله شما حتی اگه یک آدم مثلا ما خیلی آدم مثلا من میتونم مثال بزنم خب که طرف پوچه، خب پوچ یعنی از لحاظ مغزی و دانایی و مثلا اینا کلا پوچ، خب یعنی نمیخوام راجعش صحبت کنم، ولی طرف مخاطب داره. خب حالا خوب نیست که حالا ما به اونا یعنی ما خودمون باید یه نمیدونم حالا مثلا یه چیزایی برای خودمون بزنیم که مثلا اون افرادو فالو نکنیم. خب یعنی مثلا به اونا یه دونه پلتفرم ندیم که حالا اونا بتونن حرفای مثلا بی ربط بزنن، فرهنگای بی ربط رو مثلا حالا گسترش بدن و اینا. ولی منظورم اینه که شما هر چقدرم که آدمی باشید که خودتون رو مثلا خوبیای خودتون رو نبینین، چون من میدونم که آدم اینجوریه واقعا، خب شما خوبیای خودتون رو نمیبینین، نمیدونم قابلیتای خودتون رو هنوز نمیبینین و اینا، هر چقدرم که آدم اینجوری باشه و شما اینو نبینین مطمئن باشید که مخاطباتون اینا رو میبینن. یعنی به خدا اصلا این چیزا رو بذارین کنار، محتوای زردم دنبال نکنین. مثلا در روز چقدر وقت میذارید برای این کار؟ ناکن بستگی داره که مثلا تو بخوای اون روز ویدیو بگیری ادیت کنی یا مثلا نه فقط میخوای استوری بذاری. در مثلا یه روز مثلا ممکنه 2 ساعت برای ویدیو گذاشتن مثلا ویدیو گرفتن بذارم، حالا مثلا 3 ساعت برای ادیت کردن، 1 ساعت برای آماده کردنش دیگه، بعد 1 ساعت برای مثلا جواب دادن کامنت ها، 1 ساعت برای استوری گذاشتن، 2 ساعت برای جواب دادن استوری ها، ریپلای های مثلا استوری ها. حالا 9 ساعت ما میگیم حالا مثلا 8 ساعت، مثلا 7 ساعت و نیم اینا. خب یعنی واقعا اینقدر مثلا زمان میذارم و اینکه آره دیگه. و اینکه من چون توی دو جا فعالیت میکنم، یعنی هم اینستا فعالیت میکنم هم یوتیوب فعالیت میکنم، من یوتیوب رو حساب نکردم. برای یوتیوب کلا یه چیزی که مثلا حالا مردم متوجه نمیشن اینه که واقعا بلاگر بودن یه فول تایم جاب هست، یعنی یه وقت شغل تمام وقت هست. اینجوری نیست که شما بگی نه خب حالا طرف مثلا میاد یه ساعت در روز یه ویدیو میذاره میره. خب یعنی این غلط ترین و اعصاب خردکن ترین چیزیه که مردم میگن. اصلا اینجوری نیست و واقعا مثل هر شغل دیگه‌ای نیاز داره که وقت بذاری 7-8 ساعت در طول روز. یکی نوشته من هر چقدر تلاش میکنم فالوورامو بیشتر کنم کمتر میشه. اول اینکه یکی از چیزایی که خیلی مهمه که من واقعا بهش رسیدم اینکه شما باید در طول هفته تعداد بارهای مشخصی ویدیو بذارید. پس محتوای خوب و اینکه شما فعالیت داشته باشین خیلی مهمه. توی استوری باید فعالیت داشته باشین. اگه راجع به اینستا صحبت میکنید. ولی من یه هفته بلاک بودم داخل اینستا، نمیدونم واقعا به چه دلیل. ولی اینستاگرام منو بلاک کرد و من دیروز از بلاک بودن در اومدم و توی این مدت من همش استرس داشتم که وای خدای حالا من این مدت که نمیخوام پست بذارم
فالوورام کم میشه، نمیدونم ثابت میمونیم دوباره، مثلا کلی درسته رو این چیزا داره، ولی خدا رو شکر خدا رو شکر خدا رو شکر اتفاقا خیلی هم بالا اومدیم، فکر کنم توی همین یه هفته مثلا 1000 تا 1000 خورده مثلا به اون اضافه شد. یعنی تنها دلیلش هم اینه که واقعا من داخل استوری همش فعال بودم، پستایی که قدیم گذاشته بودم داشت مثلا چی میگن هی مثلا میرم اکسپلور رو مثلا هی دیده میشد و اینا، به خاطر اینکه پستای خوبی بود، یعنی چی یعنی همش به خاطر این بود که چجوری فالوور جمع کنیم؟ راهاش چیه؟ فالوور جمع کردن دو تا راه بیشتر نداره. یک، ویدئوی خوب درست کردن، کانتنت خوب درست کردن. دو، تبلیغ دادن. که تبلیغ دادن منفورترین و بدترین کاری که میتونید برای پیجتون چه داخل اینستاگرام، حالا یوتیوب من خیلی نمیدونم چجوری تبلیغ دادن، ولی کلا منفورترین و بدترین کاری که میتونید داخل اینستاگرام، مثلا برای بلاگر، مقدار پولی که میگیری، مقدار حالا شهرت، همه اینا بسته به بازدهت داره. خب و شما وقتی که میری تبلیغ میدی، یه تعداد آدمایی میان شما رو فالو میکنن بدون اینکه هیچ شناختی از شما داشته باشن، بدون اینکه مثلا هیچی، اصلا نه ویدئو خوب درست نمیکنی، طرف اصلا تو رو دوست نداره، اصلا الکی چرت و پرت مثلا داری میگی و اینا، میدونی منظورم چیه؟ منظورم اینکه شما مثلا هیچ ویدئو خوبی درست نکنی بری تبلیغ بدی، خب این اصلا خوب نیست. بخاطر اینکه چه چطور باید بلاگر شد، چه شرایطی مثلا باید داشته باشی میتونی بلاگر بشی، اونجوری نیست که بگی خب حالا مثلا مثل مهمانداری نیست که خب نه مثلا تو دندون تو نباید پر کرده باشی، مثلا فلان باشه. میگم ایده داشته باشید، خلاق باشید، یه دونه گوشی داشته باشید واقعا کافیه، ادیت کردن بلد باشین، ادیت ویدیو حالا یا ادیت عکس و این چیزا، و کانتنت خوب درست کنید. وقتی هیچ حمایت مالی نمیکنن خانواده، چجوری شروع به کار کنیم؟ سخته، این یکم سخته، ولی نه کلا من خودم مثلا موقعی که شروع کردم رینگ لایت داشتم، نه اصلا لوازم آرایش آنچنانی داشتم، اینا همش مثلا در طول حالا مثلا موقعی داشتم کار انجام میدادم، حالا یا میدونی چی میگم جمع شده. خب یعنی اینجوری نیست که بگم من از همون اولش رفتم دوربین خریدم، من رفتم رینگ لایت خریدم، نه مثلا بدون دوربین اصلا اینجوری نبود. همینکه روی گوشی داشته باشی با 4 تا لوازم، اگه بلاگر آرایشی هستی، چون من عکسشو دارم میبینم که فکر کنم بلاگر آرایشیه، اگه بلاگر آرایشی هستی 4 تا لوازم آرایش و یه دونه گوشی و خلاق بودن و ادیت کردن کافیه، و مطمئن باش که وقتی تو خودت شروع کنی به درآمدزایی کردن، میتونی یه رینگ لایت خوب بخری، میتونی دوربین بخری، ان شاء الله میتونی همه کار بکنی، اصلا نیازی نیست که میشی میگم یعنی ولش کن. چجوری فالوور جذب کنی که فیک هم نباشه؟ کانتنت خوب، یعنی کانتنت خوب، محتوای خوب. همین یکی نوشته هنوز پیجم 100 تا هم نشده، نمیخوام تا اون موقع پست بذارم، به نظر چیکار کنم؟ کاملا و کاملا کار اشتباهی، کاملا کار اشتباهی، اصلا این کار غیر منطقیه، چون اون 100 نفری که حالا اگه هم ما میگیم بدون پست گذاشتن اون 100 نفر به تو اضافه شدن، اون 100 نفر فک و فامیل و دوست و آشنا و اینا هستن که اونا اصلا فالوور محسوب نمیشن، یعنی اونا فقط دارن تو رو فالو میکنن چون تویی، به خاطر اینکه بلاگر هستی تو رو فالو نمیکنن. شما از زمانی که صفر تا فالو، حتی به نظر من شما وقت قبل از اینکه اکانت بزنی بشین چند تا ویدیو خوب درست کن، ادیتشون کن، آماده کن که بتونی برای 3 4 روز اول، برای یه هفته اول پست داشته باشی بذاری، این کاملا اشتباهه. اینو بدید دور، به نظر کار تو اینستا راحت تره یا داخل یوتیوب؟ ببین این یه سوال کاملا شخصی، الان خیلی از بلاگرها هستن که داخل اینستاگرام دارن فعالیت میکنن، هیچ وقت من تا حالا ندیدم قور بزنن، هیچ وقت من تا حالا ندیدم یه حال اینستا بده اینا، ولی من از همون روز اولی که شروع کردم با اینستاگرام مشکل داشتم، به خاطر اینکه اینستاگرام خیلی خیلی کسایی که محتوا مثلا تولید میکنن، این تولید کننده های محتوا رو خیلی محدود میکنه، میگه مثلا ویدیو باید حتما کمتر از 15 دقیقه باشه اگه میخوای با گوشی پست کنی، فرمتش اینقدر باشه، حجمش اینقدر باشه، اصلا کلا آدمو نابود میکنه. مثلا منو بدون هیچ دلیلی بلاک کرد، من واقعا هنوز هر چقدر فکر میکنم نمیفهمم چرا منو بلاک کرد. خب ولی از طرف یوتیوب هیچ گونه محدودیتی از این قبیل نداره، اجازه میده تو، یعنی حتی به عنوان مخاطب تو، هر کسی هستی که محتوا تولید نمیکنی، هم یوتیوب به تو اجازه میده سرعت ویدیو رو دستکاری کنی، کیفیت رو خودت تنظیم کنی، میخوای اینترنت کمتر مصرفش، سرعت رو بیاری مثلا چی میگن کیفیت رو بیاری پایین و مثلا ویدیو رو نگاه کنی. خب ولی بعضی هم هستن که میگن مثلا با اینستاگرام مشکل ندارن، من خودم واقعا و واقعا پشیمونم که از اولش تمرکزم رو گذاشتم روی اینستاگرام و الان اینستاگرام من شده 20,000 نفر، ولی که من اینقدر باهاش مشکل دارم، این همه هم حالا اذیت میشم سرش، ولی یوتیوب هم که خیلی باهاش راحتم، از بچگی داشتم یوتیوب نگاه میکردم، قشنگ همه چیش دستم، میدونم باید چیکار کنم مثلا چیکار نکنم، الان 350 نفر مثلا سابسکرایب دارم. این چی میگم؟ یعنی واقعا من اون تمرکز دارم داشتم داخل یوتیوب، الان خیلی مثلا این چی میگم خیلی بهتر بود برام. این چیز کاملا شخصیه، مثلا یوتیوب باز مثلا یه محدودیتایی داره، اینجوری نیست که بگم مثلا مخاطبای داخل یوتیوب کمتر، اصلا این اصلا اینجوری نیست، یه زمانی اینجوری بود ولی خدا رو شکر ایرانی‌ها دیگه خیلی دارن رو میارن یوتیوب، و خوبه دیگه، بستگی به خودت داره، تو اگه یوتیوب رو دوست داری مثلا اینجوری برو تو یوتیوب، اگه دوست داری که برو داخل اینستاگرام. یه سلام عزیزم، برای بلاگر شدن چه مشخصه هایی نیازه؟
سن، قیافه، زندگی لوکس، چون هیچ پول به اینا رو ندارم. نه زندگی لوکس یعنی چی الان من نمیفهمم. زندگی لوکس رو که کلا بنداز دور. قیافه هم که من کاملا با این مخالفم، چون همه به نظر من خوشگلن، من همه رو نگاه میکنم، اصلا برام مهم نیست که همه خوشگل، یعنی اصلا برام مهم نیستم که اشتباهه، چون میگم واقعا به نظر من همه قشنگن. من بلاگر مثلا 30 40 ساله هم حتی دیدم، مثلا بلاگرایی دیدم که مامانن مثلا اینجوریان. مثلا در مورد حجاب باید داشته باشیم یا نه؟ اگه پیجو ببندن چی؟ اینکه شما این سی باید حواستون باشه اینکه اگه که داخل پیجاتون مثلا دارید میری، چه میدونم داخل یوتیوب فعالیت دارید، داخل اینستاگرام فعالیت دارید، اصلا مهم نیست کجا، اگه بی حجاب باشین حرفای مثلا میگی چی میگم مثلا حرفای حالا یه جوری بزنید و اینا، حواستون باید باشه که مثلا بعدن شغل دولتی مثلا نمیتونید داشته باشید، مثلا این چیزا رو مثلا باید حواستون باشه. حالا راجع به حجاب که میگن یه مدتی ریخته بودن همه بلاگرها رو، مثلا چند تاشون رو گرفتن، چند تا از پیجا رو بستن و اینا. خب ولی یه مدتی الان فعلا هست که گیری مثلا نمیدن، نمیدونم واقعا. اگه میخوای خودتو تضمین کنی و حالا دیگه مثلا چیز نکنی، حجاب داشته باش دیگه. اگه هم که مثلا اوکی و مشکلی نداری و مثلا اینا، نداشته باش. یکی نوشته درآمد یه بلاگر به ازای هر یکا تقریبا چقدر؟ لطفا یه عدد بگو. نام کن. نمیدونم که منظور از یکا، یکا مثلا فالوور یا یکا سینه استوریه. خب اینو من نمیدونم، ولی خیلی بستگی به جذبتون داره. خب ما خیلی از پیجای داریم که من خودم یه غلطی کردم وقتی که مثلا فکر کنم 5000 نفر اینا بودم، خب تبلیغ دادم به یه پیجی که این مثلا طرف 57000 نفر دقیقاً فالوور داشت و از من 50000 تومان گرفت برای بنر منو بذاره. خب من الان 20 کارم و خیلی بیشتر از اون میگیرم. خب یعنی خیلی بیشتر میگیرم، یه 3-4 برابر قشنگ میگیرم. خب و چیزی که هست اینه که بستگی به بازده داره و پیج اون واقعا به من بازده نداره. یعنی فکر کنم با 57000 نفر مثلا فالوور به من 45 نفر اضافه شد، ولی مثلا من وقتی تبلیغ میکنم خیلی بیشتر، خیلی بیشتر از این اضافه میشه. این در حد خیلی بیشتر اضافه میشه، یاد نمیخوام اونو بگم، ولی آره دیگه بستگی به بازده شما داره. یعنی بستگی داره که تو پیج چقدر بازده داشته باشه. اصلا مهم نیست که 1000 تا فالوور داشته باشه یا 10000 تا فالوور داشته باشه، طرف با اونقدر فالوور مثلا از من 50 تومن گرفت، چون خودش میدونست که بازدهش خوب نیست. یوتیوب به یوتیوبرای ایرانی نمیتونه پول واریز کنه، پس چرا فعالیت میکنه توش؟ من قبلا یه بار راجع به این توضیح دادم، یه بار دیگه هم توضیح میدم، البته اون راجع به توی اینستا بود. ببین یوتیوبرای ایرانی قضیهشون اینجوریه که بعضیاشون یا میرن داخل خارج، یه داخل خارج میرن اونجا مثلا یه دونه اکانت درست میکنن که حالا مثلا پولشون به اونجا واریز میشه و بعد خودشون چینج میکنن. ولی یه راه دیگه هم که داره اینه که جدیدن حالا یه شرکتای اومدن، یه حالا مثلا چیزای اومدن که کاری که انجام میدن که با تو قرارداد میبندن، میگن آقا ما از درآمد یوتیوب تو 30% رو برمیداریم، 70% بقیه شو بهت به صورت 1000 تومن میریزیم به حسابت. خب به صورت تومن میریزیم به حساب. قبل از اینکه اصلا اینو بدونم و اصلا من فکر نمیکردم که واقعا، شاید من الان 2-3 ماهه که اینو فهمیده باشم که حالا یوتیوبرای ایرانی هم میتونن درآمدزایی داشته باشن، ولی من از قبلش هم داخل یوتیوب فعالیت میکردم به خاطر اینکه این کارو دوست دارم. من عاشق ویدیو درست کردن و ایده پردازی و نمیدونم حرف زدن جلو دوربین، من این چیزا رو دوست دارم. یعنی با اینکه نمیدونستم مثلا درآمدزایی هم میتونم انجام بدم، ولی ویدیو درست میکردم. یکی نوشته من دوست دارم کانال یوتیوب داشته باشم و ولاگ درست کنم، ولی فکر کنم قبلش حتما باید شناخته شده باشن داخل اینستا. ببین این کاملا تصور اشتباهیه که تو فکر کنی اینستاگرام یعنی یوتیوب بسته هست و چی میگن وابسته است به اینستاگرام. خب این کاملا اشتباهه. یوتیوب خودش یه پلتفرم خیلی خیلی بزرگ، خیلی بزرگتر از اینستاگرامه، اصلا اینجوری نگاش نکنی. خب سلام بچه ها، این مرضیه‌ایه که داره ادیت میکنه. من خواستم یه چیزی بهتون بگم و اونم اینه که ببینید شما زمانی بهترین نتیجه رو میگیرین که بیاین از چند تا پلتفرم استفاده کنین برای پروموت کردن اون محتوای اصلی که حالا تو یکیشون میذاری. تو اگه میخوای محتوای اصلی تو بذاری داخل یوتیوب، میتونی اونجا ویدیوهاتو بذاری و تو اینستاگرام، توییتر و مثلا جاهای اینجوری اونو پروموت کنی. ولی اینجوری هم نیست که تو بگی نه من حتما باید توی اینستاگرام شناخته شده باشم که برم داخل یوتیوب، یا حتما باید توی یوتیوب شناخته شده باشم که بیام داخل اینستاگرام. میتونی فقط از اونا کمک بگیری برای پروموت کردن. گفته بودن راجع به اینکه مثلا دوربینمون باید چی باشه، مثلا من گوشی آیفون 12 دارم، میشه نمیشه باید دوربین حتما داشته باشیم؟ نه من خودم الان دارم با 6S ویدیو میگیرم، آیفون 6S. تویی که 12 داری برو ویدیو تو بگیر. خواهر چه نمیدونم نیکی توتوریالز، نمیدونم ولاگرا، نمیدونم حتی دیوید دوبریک، اینا همشون اولش با گوشیشون فیلم میگرفتن. خب اصلا مهم نیست خیلی. یعنی یکی از چیزایی که به نظرم شما اگه یه دوربین با کیفیت مثلا معمولی داشته باشین خیلی میتونه کیفیتتون رو بره بالاتر، نوره. خب یعنی اگه میخواین روی چیزی
سرمایه گذاری کنیم و اونو بخریم، اول از همه رینگ لایت رو بخریم. به نظر من خودم الان 2 ماه رینگ لایت خریدم. خب برای نور خوب میتونید، من خودم قبل از اینکه رینگ لایت بخرم از چراغ مطالعه استفاده میکردم، از چراغ اتاقم استفاده میکردم، چون من دو تا چراغ اتاقمو برای اینکه ویدیو بگیرم دو تاشو سفید کردم. با اینکه مثلا خودم یه مدتای کور میشدم، ولی میگفتم اوکی حالا من موقعی که میخوام ویدیو بگیرم این باشه، مثلا نورش خوب باشه، مهم نیست. خب و مثلا چراغ مطالعه هم میذاشتم. از نور روز میتونی خیلی خوب استفاده کنی، نور روز بهترین مثلا نور واقعا برای ویدیو گرفتن. برای بیوتی بلاگری حتما باید کلاس میکاپ رفت؟ نه، من خودم میکاپ کردن رو از یوتیوب یاد گرفتم. ویو پستام بالاست ولی اصلا آمار لایک و کامنتاش خوب نیست. ناگهان یکی از کارهایی که میتونی انجام بدی که من لله پانزو نمیدونم میشناسین یا نه، ولی این دختره قبلا یه ویدیو من ازش دیدم که داشت مثلا توضیح میداد راجع به اینکه مثلا چه جوری پیشرفت کرده داخل اینستاگرام و اینا. میگم مثلا یکی از کارهایی که میتونید انجام بدین که مثلا کامنتاتون بره بالا اینه که داخل کپشن یه کانورسیشن درست کنیم. مثلا بپرسیم که چه میدونم شما مثلا کدوم کشور زندگی میکنین، نمیدونم مثلا یه ویدیو درست کنید راجع به مثلا کرم پودرای خوب، مثلا ازشون بپرسیم نمیدونم کرم پودرای مورد علاقه شما چی، یا مثلا ازشون بخواد لایک کنن. چون مثلا خیلی از آدما نمیدونن که واقعا پیشرفت ما بسته به لایک کردن و کامنت گذاشتن اوناست. واقعا نمیدونم اونا، اونا ما رو دوست دارن، مثلا به ما عشق میدن، مثلا ما رو دنبال میکنن، ما رو خیلی مثلا دوست دارن و اینا، ولی نمیدونن که واقعا اگه ما رو لایک کنن چقدر به ما کمک میکنه. توی استوری بعد از گذاشتن پست ازشون بخوام. یکی پرسیده که چجوری حساب اقتصادی بزنیم برای اینکه پیج رو بتونیم حالا مثلا از آپلود کردن پول مثلا مثلا برامون بفرسته. نگاه اینستاگرام که اینجوری نیست، یعنی اینجوری نیست که تو اگه ویدیو دیده بشه مثلا اینستاگرام تو پول میده. اینو مثلا نمیدونم چرا واقعا باید بده ولی نمیده. خب یوتیوب فقط اینجوری که یوتیوب رو توضیح دادم، اینستاگرام که کلا اینجوری که برندا میان به تو حالا پیشنهاد میدن، میگن که آقا ما فلان محصول داریم میخوایم که مثلا برامون تبلیغ کنی و شما ازشون هزینه دریافت میکنی. نرم افزاری که برای ادیت استفاده میکنی، من فقط از آی مووی استفاده میکنم، چه برای ویدیوهای یوتیوب چه برای ویدیوهای اینستاگرام. اوایل کار خودمون لوازم آرایش بخریم و اون پیج رو تگ کنیم تا بعد واسمون بفرستن فروشگاه‌ها؟ نه، این جواب نمیده. شما باید هی محتوا تولید کنید، هی حالا ویدیوهای خوب بذارید و مثلا فالوور مثلا جذب کنید و یه کاری کنید که حالا بازدهتون بالا بره، تا خود مثلا برندها و فروشگاه‌ها به شما پیام بدن بگن آقا ما مثلا می‌خوایم با تو همکاری کنیم، شرایطت چجوریه؟ سین استوریامون چقدر باشه بعدش میتونیم تبلیغ کنیم؟ آخه من پیشنهاد خودم اینه که تا وقتی که مثلا 7-8000 نفر نشدین تبلیغ اونا نگیرید. شما اگه بخواید قبل از این مثلا 7-8000 نفر شدن تبلیغ بگیرید، خیلی باید مبلغ اندوهی رو واهن بگیرید که مثلا هر مثلا چیز صحبت کردنم حتی نداره. خب به خاطر همین اون تایمی که میخواد بذارید برای تبلیغ کردن، بذارید روی کانتنت خوب درست کردن که بعداً مثلا فالوورتون بره بالا، مثلا بتونید حالا اگه تبلیغ گذاشتید مثلا هزینه بیشتری رو دریافت کنید. و اگه سین استوری هم کلا اینجوریه که میگن اگه 1/3 تعداد فالوورها باشه خیلی خوبه، معقوله، خیلی عالیه. اگه بیشتر باشه دیگه مثلا ای اوکی. خب حالا بریم سراغ اون سوالی که پرسیده بودن که مثلا خوبی‌ها و بدی‌هاش چیه. من بدی‌هاشو میگم، ممکنه بعضیاش برای بعضیا بدی نباشه. یکیش همونه که من گفتم، شغل دولتی شما مثلا اگه بی حجاب باشین و حالا مثلا راجع به یه مسئله خاصی صحبت کنید نمیتونید داشته باشین. اگه ولاگ برید بذارید مثلا با دوستای پسرتون، نمیتونید شما شغل دولتی داشته باشین، چه داخل یوتیوب چه داخل اینستاگرام. چون شما وقتی میرید برای شغل دولتی اونا اسم شما رو سرچ کنن داخل اینترنت، ببینن که آقا این دختره چیکار است، چیکار کرده قبلا اینا، و خلاصه پیج شما رو بالا میاره، میفهمن که شما بلاگر هستین و پس شغل دولتی رو کلا بذارید کنار. اگه میخواین یه زمانی شغل دولتی داشته باشین، بلاگر با حجاب اینا باشین، مثلا راجع به هیچ چیزی صحبت نکنید. بعد یه دیگه این که داره اینه که شما وقتی که شروع کنید به یکم دیده شدن، کامنت های منفی شروع میشه، کامنت ها شروع میشه که واقعا من الان حتی خجالت میکشم بگم که مثلا داخلشون چی هست، اینقدر بی ادبی و مثلا زشت و مثلا اینجوریه. خب یعنی باید خودتون رو آماده کنید برای اینکه با این کنار بیاین. برای خیلی ها مثلا خیلی سخته، مثلا نمیتونن باش کنار بیان، خیلی سخته براشون، مثلا دل نازو کردن، مثلا من خیلی مثلا تو حالا با این چیزا دست و پنجه نرم نکردن، نمیدونن چجوری باش رفتار کنن، به خاطر همین ممکنه خیلی آسیب ببینن به خاطر اینکه همین کامنت های منفی و این چیزا. به خاطر همین اگه که خودتون رو میشناسین، میدونین که آقا این قضیه برای شما نیست، شما نمیتونید با این چیزا کنار بیاین، شما مثلا دل نازو کنین هستین، اصلا وارد این کار نشین. خودمونی. خب بچه ها، مرزی ادیتی هستم یک بار دیگه در خدمت شما. خواستم یه چیزی بهتون بگم که حالا اینجا یادم رفت بگم، اونم اینه که منظور من از این که نیاین توی این کار این نیست که مثلا حالا این مثلا بذارین کنار، چون که حتی اگه داخل این کار نباشین بالاخره یه آدمایی هستن که شما رو اذیت میکنن، به شما نمیدونم فوش میدن تو زندگی خودتون، مسخرهتون میکنن، بالاخره این تو همه کارا قراره باشه. خب به خاطر همین منظور من در اصل این بود که خودتون پوست خودتون رو کلوف کنین، خودتون رو یکم حالا قوی کنین، بعدش وارد این کار بشین.
باشین یا اگه مثلا نمیدونم الان داخل این کار هستین، واقعا نباید براتون مهم باشه. واقعا این انسان‌هایی که اینجا داره به شما میگن آدمایی هستن که شما رو نمیشناسن. چرا یه آدمی که شما رو نمیشناسه شما باید به حرفش اهمیت بدید؟ من خودم خداشکر که از این آدمایی بودم که قسم قبل از اینکه بیام وارد این کار بشم پوستم کلوف بود. اصلا هنوزم که مثلا این چیزا رو به من میگن من واقعا مثلا برام مهم نیست، یعنی میخونمشون و میگم خب میدونی چی میگم، یعنی اصلا برام مهم نیست. بعد یه سوم اینه که شما وقتی که حالا یکم پیشرفت کردین و مثلا بالا رفتید و اینا، کلا دوست و فک و فامیل و آشنا و نمیدونم کسی که مثلا 3 سال هم هست باهاش صحبت نکردین، از شما توقع داره براش استوری بذارین، پست بذارین، تبلیغشو بکنین، معرفیش کنین بدون اینکه بخواد هیچ هزینه‌ای بده یا مثلا حتی از شما بپرسه که مثلا شرایط تو برای تبلیغ چیه. خب بچه‌ها همونجوری که می‌بینین با اینکه این ویدیو خیلی طولانیه ولی من بازم یادم رفته یه چیزایی رو بگم. یه چیزی که خواستم بهتون بگم اینه که همون اول که شروع می‌کنیم به تبلیغ کردن یه استانداردهایی برای خودتون داشته باشین. میگین آقا من پیجی که فلان جور باشه تبلیغ نمی‌کنم، فلان جور باشه تبلیغ نمی‌کنم. برای من لی‌آوت مهمه، مثلا رضایت مشتری مهمه، فلان 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 مهمه. خب و تحت هیچ شرایطی خب این استانداردا رو تغییر ندید برای هیچ کس. اگه واقعا یکی که چه میدونم حتی نزدیکترین آدم به شما پیام داد گفت آقا من برای من تبلیغ کن، حتی میخواد به شما پولم بده، اگه اون پیج اون شرایطی رو که شما میخواید نداره تبلیغشو نکنید. به خاطر اینکه زندگی شما و پیشرفت شما فقط بستگی به اعتماد بین شما و فالوورها داره. با یه کار اشتباه و با یه تبلیغ اشتباه میتونید اون اعتماد رو از بین ببرید. به خاطر همین این کار نکنید، این ریسک رو نکنید و استانداردهای خودتون رو همیشه رعایت کنید. ولی خوبی هایی که داره اینه که شما یه خانواده بسیار بسیار مهربون و پر از عشق درست میکنید با آدمایی که حتی شما رو یه بارم از نزدیک ندیدن و اینقدر قلبشون پاک و صافه که اینقدر شما رو دوست دارن و همیشه به شما انرژی میدن. این خیلی خوبه، یعنی یکی از بهترین قسمت واقعا بلاگر بودن همینه که شما یه خانواده خیلی بزرگ تشکیل میدین با همه کسایی که دوستای صمیمیتون هستن در اصل. خب بچه من این حرف رو زده بودم ولی به خاطر اینکه یکم خیلی طولانی شده بود و خیلی الکی هی مثلا زیادش کرده بودم دیگه گفتم بیام اینجا که حالا یکم به صورت خلاصه بهتون بگم که خیلی هم اونو اصلتون سر نره. فکر نکنین که شغل بلاگری همش هم بدیه، خیلی خوبی های زیادی داره. به طور مثال درآمدش واقعا خوبه، مخصوصا اگه پیجتون خیلی حالا مثلا بازده خوب و فالوور بالا داشته باشین خیلی میتونین درآمد خوبی کسب کنین. کانکشن های خیلی خوبی به شما میده به خاطر اینکه شما اینجا با آدمای خیلی زیادی آشنا میشین، فرصت های شغلی خیلی خوبی براتون میتونه ایجاد کنه و اینکه خوبه دیگه. کلا میگم از خونه کار میکنین، مجبور نیستین صبح زود بیدار شین. اینجوری یه بدی دیگه هم که دارین که همه فکر میکنن شما الکی داری پول در میاری، یعنی هیچ کس متوجه نیست که شما چقدر دارید تایم میذاری برای اینکه ایده پردازی کنی، برای اینکه ببینی مثلا تحقیق کنی چه کاری رو مثلا قدیم یکی انجام داده یکی انجام نداده، ادیت کنی، ادیت کردن تو بهتر کنی، نمیدونم ویدیو بگیسم ویدیو گرفتن خودش یه پروسه طولانی. الان من 3 ساعت فقط داشتم مثلا جامو عوض کردم ببینم حالا کجا خوبه کجا بده، نور رو چیکار کنم، اون نوره رو کم کردم، اینو مثلا خاموش کردم. یعنی این چیزا خیلی مثلا وقت آدمو میگیره و واقعا مردم متوجه این نیستن. مردم فکر میکنن که حالا یه زمانی خیلی معروف شده میگفتن آره مثلا بلاگر میاد یه استوری از خودش مثلا شوهرش میذاره و مثلا کلی مثلا پول میگیره. خب همین، خیلی دیگه صحبت کردم، خودم واقعا دهنم خوش شد. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. دیگه فکر کنم همه سوالاتونو واقعا جواب دادم و با جون و دل جواب دادم. اصلا هیچ وقت اینجوری نبوده که مثلا یکی بیاد از من سوال بپرسه من بگم که نه وای حالا این دختره میخواد بیاد مثلا رقیب من بشه من مثلا بهش جواب ندم مثلا فلان. من هیچ وقت اینجوری نبودم. خب و الانم هر چی که میدونستم هر چی که بلد بودم واقعا بهتون گفتم، با جون و دل گفتم. به خاطر همین برید این کارا رو انجام بدید. امیدوارم که واقعا کسایی که علاقه دارن و کسایی که لیاقتشو دارن و کسایی که خلاقیتشو دارن به یه جاهایی برسن و خوب بشه براشون دیگه. همین دیگه، مرسی این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگه خوشتون اومد لطفاً لایکش کنین و کانالمو سابسکرایب کنین چون که این خیلی به من کار میکنه. خواهش می‌کنم این کارو کنین، من زودتر از اون اینستا لعنتی بیام بیرون و کل تمرکزمو بذارم اینجا. ممنون میشم ازتون. همین دیگه، خدافظ.